آقا جون، چرا شما و خانمو میتونین قرآن رو با صوت بخونین ولی من نمیتونم؟ موروزی که نیست، هر کسی یه چیزی داره. کرامت صبر تو رو ما نداریم. نگید آقا جون، به خدا من یه اون به برکت ذکر و صوت شما و عمو افتخار کردم. پسرتم به جایی رسیده که مقام صبر توه. ثواب تمام ذکر و حالش نصیب دامن توه دخترم. جدی میگین یا دارین دلگرم میکنین؟ عمود میگه اگه یه ذره فهم و صوت یاسین رو داشت تموم بود. دلگرمت میکنم. مامان رفتی گوشی بسازی؟ سحر اومدم مامان، اومدم. کنار تخت افتاده بود. الو، سلام محمود جان. سلام، کجایی؟ ها چرا از اون بر میرفتی؟ از جاده قدیم میرفتی، دورت بگردم. آره اونجا به شب نخوری، تو رو خدا با این حالت مواظب باش. خب نگاه، نه عمو هست، عمو هست اونجا. ها اگه نه عمو هستش از او بپرس. خب ها قربونت، مواظب خودت باش، مواظب خودت باش. دورت بگردم. باش، خداحافظ. خداحافظ. الله چی بگی آدم بی؟ بیا محمود جان چایی بریزم، صبحونتو بخور. یعنی تو رو خدا ببینی چجوری داره این بچه با اعصاب ما بازی میکنه. ببین چجوری ما رو سر کار گذاشته یه الف بچه. میبینی؟ آخه چی شد که اینجوری شد؟ آقا شما قضاوت کن، ما اینو برداشتیم بردیم توی مجلسی که تمام گنده های مملکت گوش تا گوش نشستن، ما هم اینجوری داریم نگاه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب احسن بقیهش. صدق الله العلی العظیم. آقا آبروی منه تو اون جماعت برد، حالا هم که ول کرده معلوم نیست کجا رفته. خب بسم الله گفتن که خودش قرآن خوندنه، اصلا همه قرآن توی بسم الله. آه احسن، نمیدونستم من.
آقا ببخشید ما بچه که نیستیم که این چیزا حالی مونه. ببین محمود جا، یاسین بزرگتر از سنش رفتار میکنه. اینا همون موقعی که 5-6 سالش بود و میومد اینجا، من به محلا گفتم طوری به این طبیعت نگاه میکرد که انگار دنبال یه چیزی میگرده. حالا من قد تو و مادرش نگران نیستم. یاسین کار بی عقل و حکمت نمیکنه. من که دلم روشن. حاجی قابل کن این حرفای. این کیه این؟ علی محمد کیه که سحر میگه؟ نظر آباد کجاست؟ والله من اسم علی محمد حالا نشدیدم. اما سحر راست میگه. یاسین اون موقع کله سحر بلند شد میرفت بالا اون جنگل و غروب برمیگشت. بالا کوه؟ آره. تنها؟ بله. حاجی قابل ببخشید، من آدم به این گندگی خوف میکنم برم اون بالا. چطوری شما اجازه میدن یه علف بچه تنها بره اونجا؟ من که دیگه نا ندارم که این همه را برم اون بالا و برگردم. بله. بعدش هم حریفش نمیشدم که. حالا بیا صبحانه بخور با هم میریم. نه شما که نا ندارین، شما بفرمایید چیزی بخور. حاجی آقا اومدی شما؟ اومدم. ببین محمود جان، اینجا سنگ پشت است. اینجا رو میگیری میری تا میرسی به این صادق آباد. اونجا هم یه راه جنگلی قدیمی هست، اونو میگیری میری تا نظر آباد. خب این دو سه ساعته میرسم دیگه. آره برو با امید خدا. ببین فقط یادت باشه علامت زدم اشتباهی نریا. تو اون راه جنگلی دو تا راه هستش، اون دو راهیه، سمت راستیه رو برو. بچه ساکت. همه تون خوبید بچه ها؟ بله. درساتون خوندید؟ بله. این ساعت چه درسی داریم؟ قرآن. کتاباتونو بیارید بیرون. خب نیما جان بخون ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کی هستی پسر؟ من اینجا دیدم بچه ها اومدن، منم اومدم. اینجا چیکار میکنی؟ دیدم بچه اومدم. بچه کجایی؟ من تهران. درس و مشق رو ول کردی اومدی اینجا؟ نه درس و مشقمو ول نکردم. کتاب و دفترام خونه بابا بزرگمه، مصالحهش اینه. یعنی الان این درسی که بچه ها خوندن بلدی بخونی؟ بله. کلاس چندومی؟ کلاس پنجم. بیا تو ببینم. با اجازه. نیما جا تو برو اونور بشین. جای نیما بشین بخون ببینم. بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بچه ها برای سلامتی این مهمون خوب ما یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.
آیاتی از سوره مبارکه شعرا خوانده میشه که در اونها خداوند به کسانی که برج و باروهای بلندی را میسازند اما همیشه مغرور و متکبر هستند و خدا و عدالت را از یاد میبرند هشدار داده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا آج اسدالله اینقدر از یاسین جان خوشش اومده بود که دیدم با آقای مهندس زنگ زد و تعریف کرد. ولی آقا مصطفی به بابام بگو این کارا بیاشکار نیست. یاسین جان من که نمیتونم با بابات اینطوری حرف بزنم. شما بفرمایید ماشین آماده کنید. ممنون. مادر این چیزا رو خودت باید به بابات بگی. سلام بابا، نمیدونی چقدر دوستت دارم. تصمیم گرفته بودم باهاتون حرف نزنم و هیچی نگم، چون میدونم چقدر مغروری و چقدر عادت داری حرف خودتونو بزنی دیگران گوشونن چش چشمم بگن. کارم همیشه این بود، همش نقاشی کشیدم، قرآن خوندم، به چشمه نمناک مامان نگاه کردم. شب و روز همدمم پدر بزرگ بود، کم بود اخلاق شما رو با مهربونی برام پر کرد. شما یادت رفته بچه هم داری و من فقط نمیخوام جلوی مسئولین شما قرآن بخونم. با آقا مصطفی گفتم بهتون بگی، اما مامانم گفت عیبه، خودت به بابا بگو. خواستم خودم بگم اما کو جرأتش که بتونم تو چشم مهندس نگاه کنم و بگم که کارتون نه تنها بدون اشکال نیست که خیلی پر از اشکاله. تازه نگفته بهم گفتید برو بیرون، همچین سرم داد زدید که راه برگشتم گم شد. الان که اینو گوش میدید من رفتم، اما دلم داره باهاتون هم‌آوایی میکنه و با صوت بلند اینو زمزمه میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب به. سلام علیکم حاج آقا، ارادتمندیم، مخلص شما، قربان شما و همچنین خوبن حاج خانم هم سلام میرسونن زیاد خدمت شما زنده باشین. بله بله اینجا هستن، سلام خدمتون میرسن آقای یاسین. ارادت ارادت قربان شما. نه گفتم خدمت شما، گفتم خدمت شما، ایشون با اشتیاق فراوان گفتن که با امید خدا انشالله خدمت میرسیم. ممنون از یادآوریتون. چشم چشم، شما هم به خانواده سلام رو برسونید، معید باشین انشالله. اشتها ندارم. یعنی چی که اشتها ندارم مرد حسابی؟ بیا باید خبرهای مهم دارم. بیا آقا معروف شدی حسابی ها، یه امضایی به ما بده. الان این حاج اسدالله بود که ماه گذشته رفتیم مجلس، چون ایشون از صدای شما خیلی خوشش اومده بود، الان زنگ زده میگه که برای افتتاح مجلس جدید چونم میخوان خدمت شما باشن هفته آینده. آقا خیلی ماشاءالله، خیلی تبریک. مامو جان یاسین دوست نداره توی این مجال صابره. چه؟ بچه هم دوست نداره توی این مجال صابره. یعنی چی؟ من خدای نکرده میخواد مجلس لهو و لعب بره که اینجوری میگی شما؟ نه لهو و لعب که نیست، ولی خب هر چیزی که افراط و تفریط باشه خیلی برکت توش نیست. حرفا چی میزنی شما خانم سر شام جلو بچه ها؟ این نعوذ بالله مجلس قرآن خونی خیر توش نیست؟ چه حرفی آقا؟
ایشون قرآن میخونه، قرآن میدونه برای که تعمقش بره بالا. خب کجای قانون توی مملکت نوشته که کسی حق نداره ایشونو دعوت کنه خونه‌اش؟ اصلا کلیت این قضیه ریاه؟ یعنی چی؟ تازه اگه ریایی هم باشه متوجه ایشونه؟ خانم الاعمالو به نیات تموم شده رفت، ما هم که هنوز کاری انجام ندادیم که بابتش داریم آنو محاکمه میکنیم. یعنی چی این حرف جلو بچه ها؟ بله بله شما درست میفرمایید. بفرمایید. برای ایشون بکش. چیزایی میگن؟ اصلا حواسم نبود، هر من الان میرستم شما درمون رو اینکیدی میکنی را بیای؟ خیلی ببخشید واقعا من اصلا حواسم نبود، بچه من گم کردم داشتم دنبال فندک میگشتم. اجازه بدین کمک کنم. خانم چطوری شما؟ خانم؟ آره خیلی خوبم، خیلی خوبم، زدی پامو داغون کردی خوبم. کجا پیدا شد؟ آخه من آخه تو جنگل شما چیکار میکنی؟ من که داشتم رامو میرفتم. خودت حواست کجا بود؟ کجا پیدا شد؟ کجا ببرم شما را آخه؟ در مونگا کجا هست اینجا؟ خانم شیری افتاد. کاره یعنی چی؟ بفرمایید پایین، اشتباه گرفتیم. بفرمایید پایین. بچه پرو ببینا، خوب بود همون جوری میموندن تا بیمارستان منو میرسوندی، داد میزنی سر من. خانم گوش کن چی دارم بهت میگم، من بچه‌مو گم کردم، اعصاب مصابم ندارم. با من کله انداز، یه کاری هست خودم خودت میدم. به زبان خوش بفرما پایین. بفرمایید. به این دختر کوچولوام که دنبال مامانشو کمک کن. خواهش میکنم. خواهش میکنم دیگه. خب آخه زدی پامو داغون کردی، داری وسط جاده پیادم میکنی. انصافت کجاست؟ حالا چهار قدم برو باشه پیاده میشم. ببین خانم من اصلا نمیدونم کارت چیه، چی کار داری. ببین این نقشه رو ببین، این نقشه رو ببین. من این مسیر رو باید دنبال بچه‌م برم، نه یه متری برتر میرم نه یه متر برتر. شما هم هر جا دلت خواست عشقت کشید پیاده میشی و سلام. خیلی خوب بابا چرا میزنی؟ بهت گفتم چهار قدم برو جلوتر پیاده میشم. کاری خانم شما این چه حرکتی آخه؟ میخوام بیام جلو بشینم. خانم چی برمی داریم یه جلو؟ یه الله یه چیزی. خب ببخشید چیه رادیو گذاشتی داری گوش میدی؟ بابا یه موزیکی چیزی بزنی. نکن خانم دست نزن، دست نزن لطفانی رادیو نیست. پس چیه؟ نمیخوره از اون آدم ها باشی؟ از کدوم آدم ها باشم؟ از اون آدم ها که به این چیز میزا گوش میدن. ای وای بر من، ای وای بر من. خانم عزیز، خانم محترم، شما بفرمایید کجا پیاده میشین، من بدونم کجا باید برم آخه. فعلا که با همین، بعدش هم دارم میرم پارادایز دنبال مامانم. ازم میدونی پارادایز کجاست؟ یه جای خیلی رویایی، یه جای خیلی خوب. اگه بخوای میتونی با همون بیای، میتونی بشی با بزرگم با همون بیای. میای جونه من؟ شما چرا شرابه میگه خانم؟ ها؟ بیزو کجا داری میبری منو؟ برای چی داد میزنی سر من؟ ای من دارم میرم دنبال بچم، 10,000 بارم به شما گفتم پیاده بشو. ای خب بچت کجا هست حالا؟ من چه میدونم اون بالا رفته؟ نه تو اونجا میخوای بری؟ خب بله مجبورم برم.
چه دل و جرأتی دارین شماها؟ من بابام تا سر کوچه‌ام نمیذاشت برم. احسنت، به بابای شما معلومه ایشون خیلی آدم زحمتکشی بودن. معلومه. میخوای با هم دنبال بچت بگردیم؟ دارم جدی میگم ها. تو از این بر برو، منم از این بر. سر یه ساعتی با هم قرار میذاریم، شاید پیداش کردیم ها. نه قربان، شما تنهایی برم. ممنون. هر جور راحتی. اخ منظرت میخوام، ببخشید گند. نه ولش کن، ولش دست نزن. شما دست نزن لطفا، ولش کن. ببخشید، خونه تمیز میکنم. شما فقط کجا پیاده میشین؟ من اونجا پیاده میشم، سر اون پیچ. شما هم که امروز فقط خواستی منو پیاده کنی، همینجا بفرمایید. بفرمایید. به سلامت. خیلی بفرمایید. اینو ببینی، یه تلسمه برای صبح بوسته یک بداری، یه شانس میاره. خدا خیلی، خدا خیلی، خیلی من اینجوری نگاش نکن، کلی پول بابتش رفته. خیلی موازم خود باش. یعنی دیوانن این مرد. آقا جون، دارو و دوا مگه با هم فرق داره؟ دردم از یار است و درمان نیز هم. شما پی دوا نیستید، من خودم پی درمونم. درد و دوا و درمون مال اوستا کریمه. ما یه وسیله ایم که از توی طبیعت خار و گل رو میکنیم برای داروی درد، اما ذکر میخواد تا بشه دوای درد. یا من اسم او دوا و ذکر او شفا. دوای درد دارو نیست، طریقه، راه رفتنه. رفتن رسیدم. بله شما. من گفتم اون دارو را باید چند روز بخورم که سرم درد خوب میشه. من برای سردردت گل محمدی بهت میدم، بسیار بسیار خوبه و برای خودت مفیدم هستش. اینها رو به صورت جوشونده میخوری، هر روزم بعد از صبحانه، بین صبحانه و نهار این رو بخوری، انشالله قبل از یک هفته حالت خوب خوب میشه. دست شما دارنم. خواهش میشه. فقط باید مراقب باشی که دیگه این مشکل برات پیش نیاد. دست شما دارنم. من باید برم مستقیم. یعنی چی بس؟ آقا من باید برم نظرآباد، از این ور باید برم. ای بابای گوشه من کو. بابا بله. چیزی لازمه تو کیف بذاری؟ نه خودم میذارم. بله گوشی من کجاست؟ بابایی؟ بله. یه آیفون برام میگیری؟ چیکار بکنم؟ یه آیفون. شما داری شورش در میاری. من تازه کلی خورداریز برای شما گرفتم. نگرفتم؟ یکی نمیشه هر وقت من میخوام برم مسافرت شما کلی طلب از من میخوای؟ خب همه بابا برای بچه‌هاشون هدیه. بله اما به وسعش و نه به زور. شما پا گذاشتی رو گردن من، بیا ای یاد بگیر. بابا من قول دادم آ یاسین 20 هفته دیگه برمیگردم، جلسه خیلی مهمه، خودتو باید آماده بکنی. باشه من برو اتاق. حالا یه چیزی خواستی؟ برو مادر، برو اتاقت. محمود. بله. مسئله پیش. بابا این بچه لوس شده، هر دفعه که ما خواستیم بریم یه چیزی از ما میخواد. این نمیشه که میگم. سر کار. سر کار چه مسئله پیش اومده؟ رفته بودی دوش بگیری، این همکارت هی زنگ زد، هی دو سه بار زنگ زد، دیگه من جواب دادم. چه گفت؟
گفت که به محمود آقا بگو یه چند روزی آفتابی نشه. یعنی چی آفتابی نشه؟ یعنی شما نمیفهمید؟ خب من همینه دارم میگم، یعنی چی آفتابی نشه؟ مگه چی شده؟ مسئله پیش اومده؟ کی بوده الان؟ من نمیدونم، من که نمیشناسم. صبر کن، داره زنگ میزنه. بیا خودش. گوشی من پیش شما چیکار میکنه؟ میگم که جواب دادم که. الو. بله. بله بله. نه ببین، شما کاری که میکنی الان برو فرودگاه، شما حاج آقا رو بردار با یه آقای مهندس، پیداشون کن ببر کارت پرواز شدن، بگید من خودم میرسونم. نه آقا جان، همینی که دارم بهت میگم، من نمیخوام اینا بیان اینجا رو همینی که بهت گفتم. بله شما برو اونجا، من خودم میام اونجا. بله ببین، میگه اینجا رو پیدا نکنه. خب چرا؟ یعنی چی پیدا نکنه محمود جان؟ یعنی یه اتفاقی افتاده، یه مسئله هست. ببین معلا جان، این مسئله اصلا به شما ربطی نداره، خودم حلش میکنم، شما اصلا نگران نباش. یعنی چی؟ یعنی به من مربوط نیست؟ من زنت هم باید نگرانت باشم. اصلا رفتارت هم تغییر کرده، هم با من رفتارت تغییر کرده، هم با این بچه های بیگناه. من نمیدونم این زندگیمون اصلا همش کار سفر. دیروز یاسین میگه ماما زنگ بزن بابا بزرگ بیاد منو ببره شمال. یعنی چی ببره شمال؟ به درس و مشقش نمیشه اینجا؟ درس و مشقش اصلا مهم نیست، بچه اینقدر حساسه. برداشتی هی از این مجلس ببرش به اون یکی مجلس، این نمیدونم قرآن بخون، برای فخر فروشی. چه دلی میگه شما برای خودت؟ حالا من باید چی کار بکنم؟ ببین من میگم که آدم دستش که به دهنش رسید نباید یادش بره که اصل و نسبش چی بوده محمود جان. خیلی خوب، من یادم نرفت اصل و نسبم کجا، حالا باید چی کار بکنم؟ ها؟ هیچ. دم سفر. هیچ. آسان میگه برای من. کدوم هتل میریم؟ نمیدونم، رسیدم به تو زنگ بزنم. این چمدونت؟ خب با بچه ها خدافزی کن داری میری. بچه ها سحر، یاسین خداحافظ. خداحافظ میده خدا. ببین چی ساختن؟ بالا رو نگاه میکنی کلات میفته. این ساختمون ها رو بابات با همکاراش میسازنن. پس خانم تکلیف وجدان چی میشه؟ شوهر شما که میدونست اگه اون زمین رو بکنه یه سری بدبخت مثل شوهر من میرن زیر خاک، اون وقت قد قیرم ده؟ من موندم شوهر شما چجوری شب میخوابه؟ یه سری مهندس نشستن محاسبه کردن، مجوز دادن که گودبرداری اونجا اشکالی نداره، تقصیر هیچ کس هم نبوده، کار خداست، کارش هم نمیشه کرد. خانم جون این چه صحبتیه میکنید؟ چرا همه چیزو رفت میدید به خدا پیغمبر؟ آخه ما هم سلامتی تو مسجد بزرگ شدیم، یه چیزی که دیگه میفهمیم. ببین یعنی شوهر شما هیچ تقصیر نداره؟ گیریم که شوهر من مقصره. آخه شوهر شما که خدا رحمتش کنه، اون که میدونست چرا مون، چرا نرفت تسویه کنه، چرا جونش رو برنداشت بره؟ از خاطر پول، از خاطر بدهی، از خاطر بدبختی. کار کجا بود خانم؟ آخه به یه حبس کشیده کی کار میده؟ شما درست میگی، چشم، من درستش میکنم. خدا عزتت بده، حقا که دختر همون مردی که حرف خدا برای گوش مردم میخونده. خدا بچه تو به عرش برسونه الهی. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید من میخوام برم نظر آباد، این جاده خرابه، از اینجا هم راه داره؟ والا من مال این طرف ها نیستم، ولی اگه مستقیم میرین منم تا پاسکا باهاتون بیام، اونجا میتونین از مامورا بپرسین، اونا بهتر این منطقه رو بلدن. خیلی خوب، بفرمایین بالا، بفرمایین بالا. میگم مال این طرف ها نیستین، برای چه پیاده میری؟ دار و ندارم رو بردن آقا، یه عالمه سکه و پول و دلار. بی شرف بی همه چیز سیویچ ماشینم هم برده. یعنی تو همین جاده خفتتون کردن؟ نه قصهش مفصله. خیلی سرمون با رفیقمون از تهران اومدیم یه دو روزی بگیم و بخندیم و خوش باشیم دور از دود و دم و ترافیک. به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد آقا. بله اصلا نمیشه. هرچی همراه بود برداشت و رفت، نگو همش نقشه بوده.
اونی که از دنیا بی خبر بود من بودم. قربون دستت، جلوتر پاسکاست، جلو پاسکا نگهداری، من پیاده میشم. خودت هم میتونی بیای آدرس اونجایی رو که میخوای ازشون بگیری. آه اونجا؟ اون؟ بله. اوکی. چه کار داری میکنی؟ پیاده شو اینه عشقه دوست. فکر کردی آلو گیر آوردی؟ پدرت رو در میارم. آره دکن سویچه کجا بودی؟ دوست چیه؟ چرا حرفش رو بر میزنی؟ برو خودت رو سیاه کن. فکر کردی من از اون بچه تو سوله هم تو دارم کنین تا قرون آخره از اون خودت رو بر میزنی؟ سویچه بیاره تو میگیرم. چیزی سر تو دومو کنی اینجا پاسگاهه خونه خاله کنی دست تو من نخوره. چه خبره؟ آقا امروز هر چی دیوونه توی منطقه بوده خورده به پست من. گوش کنید آقا، من یکشون التماس کرده سوالش کرده ما واقعا. خیلی خوب آروم باش. سویچه بده به من. بچه تو من نخوره. سویچه ماشین شماه؟ ماشین منه. بله اینا بانده جناب سروان. درست صحبت کن. چرا شراب نگه حرف میزنم؟ باند چی آخه؟ صداتون رو نگرفت این دستتون رو دستبند میزنم. هیچ فکر کردی اگر هر کدوم از اهالی اینجا تنها باشن چه اتفاقی میفته؟ نه حرفی، نه خنده، نه هیاهوی، مثل یه تیکه سنگ، مثل یه بوته. عقل آدم مثل آب و ماهیه، همه زندگی مثل این پله، باید ازش رد شد. درست و عزت. سلام علیکم. ایبه خودت بگو. بلعش خانم، خواستم خودم بگم. این آقا خط بالا بلنده با شماه؟ مهندس. این الان تو پاسگاهه، باندش هم داره متلاشی میشه. نه تنها بدون اشکال نیست که خیلی پر از اشکاله. تازه نگفته بهم گفتید برو بیرون. همیشه سرم داد زدید که راه برگشتم گم شد. الان که اینو گوش میدید من رفتم، اما دلم داره باهاتون هماهنگ و با صوت بلند اینو زمزمه. جناب سربان، یه دونه کره این تو ماشین این آقا از آینش آویزونه، مال دختره است. اینو مادر بزرگم قبل از مرگش انداخته گردنم که قضا و بلا ازم دور باشه. مال تبت هیمالیاست، مثل سگ دروغ میگفت. اینا شریکن، دستشون تو یه کاسه. آروم باش آقا، آروم باش. چی آروم باشم؟ دارو ندارم و بردن. الان معلوم نیست تو کدوم یکی از این ویلاها داره سر یه بدبخت بیچاره دیگر رو گرم میکنه که سر فرصت دارو نداره چه مرد رو دره. دختره کجاست؟ با پولای من چیکار کردین؟ حرف بزن دیگه. ایشون اجازه میدن؟ حرف بزن. جناب سربان، من خدمتتون گفتم من بچه‌مو گم کردم، دارم دنبالش میگردم. ما جاده بالایی بودیم، یه دختره ناقافل اومد پرید به جلوی ماشین. خب ما فکر کنیم زدیم بهش، خدای نکرده ناکارش کردیم. گفتیم ولش داریم ببینیم یه دوای درمونی چیزی. آقا ما اینو سوارش کردیم، یک کیلومتر بعدم پیاده شد. خب موقع پیاده شدنم یه چیزی مثل همین گذاشتی، گفتم میدونم چیه، سرخپوسته، نمیدونم چیه، تلسم دعایی، نمیدونم چی. و رفت. این کجای قضیه من گناه کردم؟ دافی میاد جناب سروان. مگه میشه اون دافی بشینه تو ماشین کسی طرف چهار ستون بدنش ننرزه؟ اونم اون. آره تو گفتی و ما هم باورمون شد. امامزاده است انگار. جناب سروان یه جایی همین دور و برا با هم دیگه قرار دارن. اینجور دخترها کارشون همینه، یکی مثل این میدازن دنبالشون که کسی کاری به کارشون نداشته باشه، بعد یکی یکی آدم ها رو خف میکنن. این ماشینی هم که دم دره حتما مال دختره است. با پول آدم هایی مثل من میخرن همچین ماشینه ای. اون بیشرفه کسافت. مادر باش آقا، مادر باش. تو برای چی حرف مفت میزنی؟ شما جا بله بفرمو جان. سلام.
اسم اون خانم چی بود؟ مهسا، مهشید، مهناز، مهرو. گفت اولش مه داره. خیلی اسم اولش مه داره که نمیشه. مهشاد، مهدی، محبوب، مهدی، مهتی، مهسی. رسول، اما تابلو بود که دروغ میگه جناب سربان. این کارت به اسم خانم مهلا محمودیه، درسته؟ بله. خودشه جناب سربان، خودشه، همین بود. ببین خیلی دیگه دهنت وا کردی، حرف مفت میزنی. خدا شدم میزنم تو دهنتا. جناب سربان، خانم مهلا محمودی همسر بنده است، ماشینم به اسم ایشونه. نشستی هر چی دلت میخواد چه نمیگی ما؟ چی و از کجا معلوم که راست میگی؟ از کجا معلوم این زن تو؟ آروم باشین، آروم باشین. تلفن من کجا؟ این پیش شما چیکار میکنه؟ بفرما جناب سربان، ایشون همسر بنده است، ازش بپرسین، خواهش میکنم بپرسین حرفای منو تایید میکنه ایشون. تلفن که قبول نیست جناب سربان. پس چی قبوله؟ میخواد فکس بزنه؟ حرفای این آقا الان پشت تلفن تایید میشه، این چیزی رو ثابت نمیکنه. خودش میگه دختری تو ماشینش بوده. آخه مرد ناحسابی، اگه من ریگی به کفشم بود، اگه مثل تو بودم، خب همچی حرفی نمیزدم. میگفتم برای خودم درد سر درست کنم جناب سربان، میگفتم. این ویلایی که اینجا نوشته مال خودته؟ نه جناب سربان، مال رفیقمه. کلیدشو گرفتیم ازش. خیلی سرمون اومدیم یه دو روز استراحت کنیم. بله استراحت. هرچی این همین دلار و سکه برداشتی به خودت آوردی. چیکار میکردم جناب سربان؟ به کسی نمیشه اعتماد کرد. میخورن و یه لیوان آبم روش. خیلی خوب. جناب سربان، حالا تکلیف ما روشن کن، ما باید چیکار بکنیم؟ رسول، این آقا امشب مهمون ما. ایشون؟ نه خیر، ایشون. یعنی چی مهمان شما؟ جناب سربان، من برای شما توضیح دادم، من بچه‌مو گم کردم، باید برم دنبالش بگردم. بچه‌تون رو براتون پیداش می‌کنم. یعنی چی پیداش می‌کنی؟ من بچه‌م گم شده، باید برم دنبالش بگردم. جناب شما در خدمتتون باشم. یه دقیقه اجازه بده شما. بابا من دخترای سوار بفرمایید. سوار کردم. اینو بگو تحویل بازش بده. عینک، موبایل، ساعت، بنده کفش، کمربند تو تحویل بده بفرمایید. مامان آسمونت خورشید نداره. هوا ابریه دیگه. ابریه. خب چش داری؟ گل آفتاب گردون کسی خوشگله. دورش هم از این برگاه بزنید. مابا دونه ما آبتوش اومده. آبتوش اومده، برم اینجا دم کنم. چه قشنگه این خونه. کیه؟ خونه بابا بزرگه دیگه. تو هنوز یادته؟ معلومه دیگه. مثل این که بابا شما خب این قرارداد نگاه بکن ببین تعهد ما چی بوده تو کار. ما قرار بوده گوش کن یه دقیقه، ما آقا جان، ما قرار بوده گودبرداری بکنیم، فونداسیون هم براتون انجام بدیم، هر دوتاش انجام دادیم بیشتر از تعهدمون. چرا نمیفهمی برادر من؟ اصلا بحث زمان نیست، شما طبق بند دوم قرارداد برو بخون ببین باید پول بریزی که ما بتونیم بقیه کار. عزیز دلم ببین چی دارم بهت میگم، شما برو اصلا پیش حاج آقا به شکایت بکن. یا حتما این کارو بکن آقا، یا برای ما میشه یا برای شما میشه. برو به سلامت خیر، برو به سلامت خیر. جوجه میرم به حاج آقا میگم. خب برو به بابای حاج آقا برو، میگم من میترسم از اینا. مالا مالا. بله بله. ببین اون دفعه گفتم رفت دادیم پیش حاج اسدالله حسید مرتضا. خب این بحث شد، صحبت شد، من گفتم که حاج خانم ما یه انجمن خیریه داره، اینا گویا خبر رسیده به خانوماشون، پیغام دادن ما هم میخواییم مشارکت بکنیم. خیر ببینم. حاج اسدالله زنگ زد گفت که ایتوری اینا، من گفتم خب قدمشون رو چشمه فرمان، اینجا هم خدمت شما، هم با هم آشنا میشین، هم در مورد مشارکت های چیزا با هم دیگه صحبت میکنیم. خدا خیرت بده، آدرس دفتر میدادیم میومدن اونجا. حالا دیگه بابا 10 بار اینا ما رو دعوت کردن، ما هم رفتیم، شما نیومدین، ما که رفتیم یه تعارف کردیم تو هوا گرفت دیگه. خیلی مهمونی هم بده، مهمونی هم بیاد، فقط وقتی که میای خونه میخواد سر و صدا و مشکلات کارتو نیار. این بچه ها گناه دارن، تو با داد از در میای تو خونه میترسن. درست میگی، درست میگی، اتاقش رو بیا بکن، جواب نده، جواب نده، خود حمالش جواب نده. الو عزیز دلم، مگه نگفتی میخوای بری نمیدونم سازمان ملل شکایت کنی، کجا شکایت کنی، شورای امنیت؟ خب برو بکن. آقا جان قرارداد ما داریم، من طبق قرارداد دارم با شما صحبت میکنم، پول ریختی کار انجام میدیم. نه شما را به خیر، ما را به سلامت، برو شکایت کن.
شکوه و شکایت نداره وقتی زندگی رو بفهمیش. ببین یاسین جان، تو نباید ناراحت بشی، فقط باید یه فرصت به پدرت بدی تا خودشو پیدا کنه. بعضی وقتا آدم ها مثل ماهی ها میشن، ماهی ها به آب وابسته هستن، اما اینا با عقلشون که نمیفهمن. تا وار شده یه آدم سالم ببینی که به ضربان قلبش توجه داشته باشه؟ اما اگر یه سکته کوچیک بکنه و بهش بگن ضربان قلبت باید در دقیقه 70 بار تپش داشته باشه، بابای تو الان توی همچین وضعیه. او ماهی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. دلگیری از بابا حق نیست، راهی که اون رفته همه گیر و گرفت و زد و بنده. تو باید راهشو عوض کنی، نه راه تو. اون دربند و گرفتار راهشه. ناراحت نباش. خو محمود این لنک روزه چند سیلنده؟ اما من 24 ساعت نخوابیدم. تو بذاریم بریم یا بذاریم بخوابیم؟ گفتم مثل من تنها نباشی، برای تو نار آوردم. مالا تنهایی؟ سوال این محرمونه نپرس. الان تنهایم، سوان رفته یه تو که پا خونه تولد پسرشه، یه تو سوازی دیم که دمه در دیده رفت مرخصی. به سوان نگی ما حرفای محرمونه زدم. بابا برم که من خودم بدبختی دارم، چه کار با کارتی دارم. آقا محمود یه چی محرمانه ترم بگم؟ من عاشق آدم های پول دارم. احسن زندگی نومه همه آدم های پول دارم خوندم، از کنوسو که ماتسوشی تا کشیرو تیوتا، کشیرو تیوتا کارخونه نساجی باباشو میکنه کارخونه تیوتا، پول دار میشه. خارجا با مخشون فکر میکنم پول دار میشه، ایرانی با چیچیشون فکر میکنم پول دار نمیشه. من نفهمدم من خودم یه تا تر دارم برای خودم. تر چیه؟ نه بگم که شما پول داره تر هایی ما نخبه رو میدوزیم برای خودتون. من سرباز بخ برگشته وسط این همه دار درخت و جنگ خود دستم به جایی بنی کپی رایتم که ندارم برم شکایت کنم. خون نگو تو که نهارتو نمخو، نهارتو بخون. شما چند وقت اینجایی؟ من الان 26 ماه دارم خدمت میکنم، یه 3 ماه دیگه هم اضافه دارم. یه کسی به اسم علی محمد میشناسی شما؟ علی محمد میشناسم، علی محمد دودانگ، علی محمد بافقی، علی محمد خاتمی، علی محمد نشاستگر میشناسم. کدوم اینا نظر آواز زندگی میکنن؟ هیچ کدوم. یعنی یه اطرافی هیچ که به اسم علی محمد نمیشناسی شما؟ نه میشناسم. آقا محمود این سیدی که تو ماشینتون قرآن مخونه کی کیه؟ پسرم. ها پسرتون که گم شده؟ یا تو دونه کپی به من بده براتون دعا میکنم پیدا بشه. باشه بهت کپی میدم. آقا محمود این تصویر که تو ماشین بود مدرک جرم، من برداشتن که براتون مدرک جرم محسوب نشه. بیا مدرک جرم میشه یه دعاه والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
صدق الله العلی العظیم. آفرین آفرین، خیلی خوب قرائت کردی. ممنون بابا بزرگ. چه نوید خوبی دارم، امیدوارم که همیشه سلامت بشی. من هم واقعا خوشحال میشم، افتخار میکنم از اینکه یک همچین نوهی دارم و انشالله که امیدوارم همیشه دلت خوش باشه. این برگه تحویل عواد شخصیت هم اسم مشخصات رو نمیسته امزو کن. بابا مرکز تماس گرفتم اونو تایید کردم بچه هم شده. باید حواست جمع کنیم بابا، هر کسی رو سرمان نکنیم. بابا حالا داستانش مفصل. خب من چی کار کنم، این ناغافل پرید جلو ماشین دیگه، مونده بود تو رامو هم سوارش کردی. آره حالا میگم داستانش مفصله. بله این چی دیگه، حالا اومدیم بیرون از پاسکا. بله بله دارم میرم سمت بالای کوه، بیدم چطور پیداش میکنم. الو 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 بابا سلام. برو شما، کمک لازم نیست. نه یه لحظه تشریف داشته باشین، من میخوام برم روستای نظرآباد، از اینجا راه داره. اونجا میخوای بری چیکار؟ والا پسرمون گم شده، رفته پیش یه کسی به اسم علی محمد. علی محمد؟ میشناسی شما؟ من که نه، اما شاید ملا آقبابا بشناسدش. خب این آقای ملا آقبابا رو از کجا میشه پیداش کرد؟ یه کم جلوتر روستای صادق آباد که بری، از هر کی بپرسی نشونت میده. صحیح. آه خدا خیرت بده. خیلی قربونت، یه زحمت بکش فقط دکتر ما هم تا همون روستا که داری میری برسون. بگیم بیاد، ایرادی نداره. بیاد بیاد. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. مغز پیچیده ترین پدیده ایه که جهان هستی شناخته. یه سلول مغزی میتونه به یه سلول دیگه 10,000 اتصال داشته باشه. سرعت انتقال دیتا توی مغز گاهی وقتا به 120 متر بر ثانیه هم میرسه. احسن. بله حتما شما شنیدین که شما وقتی که خوابین فعالیت مغز خیلی بیشتر از روزه. این تصویرایی که میانه میرن خوابها. آی دکتر ببخشید یه سوال. جانم. لب دقیقاً چقدر مونده تا روزا؟ چیزی دیگه نمونده. دیگه الان میرسیم. خدا کنه دیر نرسه. آی دکتر شما این آقای ملا آقبابا رو میشناسین شما؟ بله میشناسم. اونجاها اگه ماشین تو بذاری فکر کنم خوب باشه. بله. این راه ماشین رو هم داره آقای دکتر اینجا؟ راه ماشین رو داره ولی بری بالاتر. من ولی همینجا پیاده میشم، اینجوری زودتر میرسم. قربان شما، پس میبینم شما رو. دستون در نکنه. آقای علی، سلامت باشید. خوشحال شدم. حاج آقا نظر آب... حاجی آقا سلام علیکم. حاجی خسته نباشی، این نظر آباد از کجا برم من؟ حاجی آقا شما زیر لبزی میخوای جواب بدی؟ با شما هم حاجی؟ آقا با شما چی کار داره اون بدبخته؟ جواب نمیده. هم باید جواب بدن؟ یه دو دوست ندارن جواب بده. احسن. میخوام برم نظر آباد، از کدوم برم؟ از این بر. اول رسنه به یه رودخانه، بعد از رودخانه جنگل، بعد از جنگل روستا. با ماشین نمیشه رفت نه؟ از یکی سوال بگردم مرکبت چیه؟ بگو پاهام. با پاهات باش راحت تره. بله. که ماشین چیکار کنم؟ ماشینه؟ بله همینجا بنی.
حواس اصلا ناراحت نباش. روحی حواسش دی. ای آقا روحیه؟ آها آها. آقا روحی. من میرم نظرآباد. شما حواست به ما... حاجی. چیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ چه چیه تره؟ چرا اینجوریه؟ یه چیزی گم بخورده. بی دمال گردن تا پدا بخونه. زودتری باش دیر نهونی. باش. عجب آدمایی. رو چه حسابی تو به من این فاکتور کردی چهل؟ ها؟ رو چه حسابی؟ چجوری حساب کردی؟ بیا این پنج رو از در بدارم مثلا اول 3% هم کنیم این میشه چهل؟ نه این میشه چهل؟ من خسته نباشی دست در نکنم. چی فکر میکنین شما؟ چی فکر میکنین؟ محمود آقا جانم جانم بفرمایید شما یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ خب برای چی باید ناراحت بشم؟ بفرمایید شما. ببین خوبی بچه هر چی داره از بابا یاد گرفته. بله درست میفرمایید. یه کمی هم از من یاد گرفته. خب البته شخصیت بچه هم یه چیز دیگه است، خودش هم هست. میگن یه جوری نشه که ما برای حل مسائلمون از این بچه سوء استفاده کنیم. گوش میدی؟ چه فرمودی شما؟ برای حل مسائلمون از این بچه خدایی نکرده سوء استفاده کنیم. من اصلا متوجه منظور شما نمیشم. درست بگو من بفهمم چه میگی. اگه واضح گفتم. ببین یعنی خدایی نکرده از این نمد نخواهیم برای خودمون کلاه ببافیم. آقای مهندس سلام عرض کردم. خوبی؟ آقا ببخشید شما چی فکر میکنید در مورد ما؟ ما کار اولمه ها؟ بله همین فاکتوری که شما فرستادین. آقا میلگر چهل یعنی چی؟ تونی چهل یعنی چی؟ ها؟ بله 3% من با اجازه بده شما حرف الف بالاش آ داره میشه مد بلند فتزا باری کلا ادامه بده با احتساب 3% هم نه شما کجا این وضعیت نه ناراحت نشید من دارم نقشه جلوی من مامان میگم اگه این دفعه بابا گفت بیا بریم من باهاش نمیرم. تو همینقدر به بابات سخت نگیر مادر، اونا مشکلات داره. آخه معلم کلاس قرآنمون گفته بود که این کار خوب نیستش. میدونم من بهش گفتم، به بابا بزرگتم گفتم بهش بگم، ولی یه موقع تو حرف میزنی چیزی میگی به بابات خدای نکرده بی احترام میشه. تو چیزی نه حتی اگه اصلا بگذره نمیفرمانه همش میگم دیگه، هم من میگم هم باید بزرگت میگه نمیزه، اونم حواسش هست. آش خانم سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید شما ملا آقا بابا میشناسی؟ رفته قبرستون. مرد؟ نه خیلی خواستم پسر ملا نصر الله مرده. آه
خب خدا رو شکر. الان چجوری میتونم برم قبرستون؟ از این وره بفرمایی. قبرستون این وره. خدا رحمتت کنه زن، نور به روحت بباره که عشق و یادگاری گذاشتی تو دل من. وقتی با قرآن مهریت قرآن میخونم حس میکنم همش مستجاب میشه. ای عشق، ای عشق، ای عشق. خدا مامان بزرگ رو بیامرزه. خدا تو رو هم برای پدر مادرت حفظ کنه. حالا دیگه موقعش رسیده به اون خونه قدیمی بریم، یه یادگاری خیلی خوب برات بریم. باشه. آقا میگه که پل صلات از تیغ تیزتر از مو باریکتره، که از او پایین میگه حاجی بگو راه نیست، خیال ما هم راحت کن بره پیکاره. والا با خدا حالا شده ماجرای ما. رفتیم بره آقا بفرمایید خدمت حاج آقا. رفتن تراکم میگیرن، شهرداری پاش کرده توی کفش که 4 طبقه ما نمیدیم. ما گفتیم امشب از برکت وجود حضور حاج آقا ما هم یه رانتی بخوریم، یه توصیه بکنن، ان شاءالله راه بیفته. با هم بشم خدمت آقای دکتر باشیم ان شاءالله. هر جوری که سلام میدونن دیگه راه بندازن پروژه. دست شما میاد خدا. آقا از این موارد بگذریم، ان شاءالله این مسائل حل میشه. ان شاءالله با هم. حالا بفهمید آقا زادتون این قاری خوش صدای ما کجا؟ آقای یاسین. بله. حالا میگم ان شاءالله به خدا. آقای یاسین. آقا یاسین من فکر کنم حاج خانم مادرشون داره آمادهشون میکنن که بیان خدمت شما. با اجازهتون برم یه صدای بزنم تعجیل کنن. ببخشید. میشه حضرت بابا خورتای دلتو بگیر؟ خسته من نمیخوام. سلامت باشی. مادر چند تا شده؟ زنده ببره خانم ما. چه؟ چیزی که همچنسی ندارم؟ نه همه چیز. بیا جمعه. یه لحظه ترسیم اومده. محلا جان یعنی چی؟ بچه شن نمیاد پیش مهمانا. برو تو از تو حرف شنوی داره. محمود آقا هر چیزی شن خودشو داره. حالا درسته این بچه میتونه قرآن بخونه، نمیشه که هر مجلسی رسید بگه بیا قرآن بخونه. حرف شما کاملا متین، ولی الان وقتی حرف خالیش. برو صداش بزن بیاد. نکن با این بچه. برو صداش بزن بیاد. ماما یاسین این نفرم به خاطر مادر. خب مهمونا اومدن زشت بابا شرمنده میشه جلوشون. خب باشه ما باشه دست و صورت تو بشم یه لباس ما را طبعاً بپوش بیم قربونی سرم بدم. حالا شما در نظر باشه باشه قیمت کارگر اندازه دو برابر، قیمت مصالح دو برابر، خونه اینقدر رفته بالا؟ سلام. نه سلام علیکم. سلام علیکم آقا یاسین، احوال شما چطوره؟ بخ 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 آقا یاسین قزاقا. بفرمایید بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. ماشاءالله ماشاءالله. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آقا یاسین بسم الله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. حسين جان هو خلاص.
عمو جان، یاسون اومد از شما عذرخواهی کنه. حالا عرض کردم شما بفرمایید، من میخوام با ایشون تنها صحبت کنم. بفرمایید. برای چی وایسادی اونجا؟ ها؟ باشه وایساد. خب آقای یاسین میفرمودی. بسم الله الرحمن الرحیم، صدق الله العلی العظیم. احسن. خواهی معنیش چیه؟ جان نمیشنوم. آها آه این معنیش اینه که شما آدم خیلی مهمی هستی، نه؟ آها نه نه نه، معنیش اینه که پدر من آدم مهمی نیست. بله این معنیشه، این معنیشه که اینجوری جلوی جماعت من ضایع کردی، این معنیشه. من فعل حرام از شما خواستم؟ ها؟ گفتم کار غیر شرعی بکن شما؟ این چه حرکتی بود تو کردی؟ خب چرا؟ نگاه من کن، دارم باهات حرف میزنم، جواب بده. چیز اضافه‌ای از شما خواستم؟ ها؟ آقا احسنت، احسنت، من دو تا احسنت میگم. یکی به شما که حق پدر فرزندی به حد اکمل رعایت کردی، یعنی تمام کردی. یکی به اون مادرت برای تربیت همچین فرزندی. احسنت آقا، احسنت. برو از جلوی چشمام دور شو، برو. دیر رسیدی های دکتر، نه؟ آره، انگار همون صبح تمام کرد. خدا رحمت کن. اما مجلس نه، شما نه، اون آقا. جنازه شما بفرمایید. من ما که بلد نیستم. جواب داره، کاری نداره، یاد میگیری. نه خب ایشون هستن وارترن انجام میدن. شما بفرمایید آقا، حتما حکمتیه که شما اینجا تشریف دارید. بفرمایید. بفرمایید. چیکار کنم؟ رحم الله تعالی من قرا الفاتحه و الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بخوابونش روی دست راست. خوبه، چهرهش هم طرف قبله. مرحبا. این تربت هم بذار زیر سرش. ماشاءالله. حالا سر کفن رو باز کن، جوری که صورت میت معلوم بشه. مرحبا. دعاره که میخونم تکونش بده. اسم افهم
يا أبا القاسم يا ابن نصر الله اسمع افهم يا أبا القاسم يا ابن نصر الله خدا بدون حکمت نیست. همه این داروهایی که اینجا هستش به درد یک کاری میخوره. من همه این داروها رو بهت یاد میدم که چجوری ازش استفاده کنی و برای چه کاری خوبه. الان اینو بگیر، درش رو سفت ببند، بذار اونجا. من اینم برای تو. اوه، راستی یادم اومد، یک هدیه بسیار بسیار خوب و ارزنده برات دارم. بهتر از این نمیشه. اگرم چیزی کم و کس داشتی، از روی این کتاب آسمانی که کشف الآیاتم داره میتونی بهتر یاد بگیری. یعنی بابا بزرگ این واقعا برای منه؟ برای خود خودت. حالا دیگه هم تو خسته هستی هم من، بهتره بریم یه کمی استراحت کنیم. فردا صبح میریم به اون کلبه قدیمی که دوست داشتی، از اونجا همه جا رو تماشا کنیم. نمیبینه. برای چی نمیبینه منم؟ والا اینجوریه، بعضی ها رو میبینه بعضی ها رو هم نمیبینه. یه دقیقه بای ساجی، این نگفت منو چه شکلی دیده؟ یعنی چی؟ یعنی این که ببین برادر من، اگه من اینقدر آدم گناهکاریم که این نمیخواد منو ببینه، برای چی منو فرستاد تو قبر؟ ها؟ شاید حکمتی داشته. حکمتی داشته؟ میگم علی محمد رو نمیشناخت؟ چیزی نگفت، گفت راه مستقیم بالای روستا رو بگیری و بری تا برسی. اصلا هم نپرسید من کجا میخوام برم و... نیازی به گفتن نبود، فقط گفت بسم الله یادت نره. راه ماشین رو هم نداره نه؟ نه، باید پیاده بریم. یا علی، یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم.
محمود، من عاشق راننده حاج آقایی شدم که روزا کار میکرد و شبا درس میخوند. با هیچ کسم زد و بند نداشت الا خدا. یاسین! نه آقای مهندسی که فونداسیون ساختموناشو رو جنازه شوهرای مردم بنا میکنه تا آه و نالشون گریبانگیر من و بچه هم بشه. خدا میدونه که به جز خودت و پاکی دل بسته هیچ چیز نبودم و نیستم و نخواهم بود. یاسین! عشق من یعنی محمود و بچه هم. همون محمودی که هیچ خشی رو ایمانش نمی افتاد و دنیا رو با نماز اول وقتش عوض نمی کرد. می زد به دل کوه و جنگل تا ذکرش با صدای طبیعت عجین بشه. خب چرا؟ نگاه من کن، دارم باهات حرف میزنم، جواب بده. برو از جلوی چشمام دور شو، برو. یاسین محمود، یاسین به خودت رفته. ذکر و صوتش تو کوه و جنگل و طبیعته که جاری میشه. یاسین محمود، بفهم که چقدر دوست داری. بفهم. بهرام که گور می گرفت این عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. یاسین ماما پاشو، مدرسه دیر میشه ها. ماما جونم، دیشب یه خوابی دیدم. خیره؟ خواب دیدم دارم غرق میشم، ولی یکی منو نجات داد. عجب، مثل حضرت یونس. اون موقع بابا بزرگ به هم تعریف میکرد، حالا اومد میگم برای تعریف. حضرت یونس؟ اونم میتونه این بچه قدیس درست کنه با یه حرفا؟ خدا در حقت لطف داشت. من شکاربانم، داشتم تو جنگل گشت میزدم و دنبال تله های شکارچی های قاچاق بودم، ولی ممکن بود هر بلایی سرت بیاد. گفتی که دنبال پسرت اومدی که پیش پدر بزرگشه. اون پیر مرد برای همه اهالی منطقه محترمه، همیشه تو آبادی خیلی به داد مردم میرسه. خدا خیرش بده. یه کلبه‌ای هم داره بالای کوهستان که گهگداری میره اونجا. سردت نشه، امشب که با منی، فردا صبح
مسیر رو نشونت بدم که بری با. پدر بزرگ چه فرقی بین راه و چاه داره؟ جفتش آه داره. راست بری میشه راه راست، چپ بری میشه چاه. حالا میریم کلبه علی محمد. علی محمد کی بوده؟ کسی نبوده، جای خلوت منه. برای اینکه راه راست چپ نشه یک عمر ذکر علی و محمد به عشق اونا اسم این کلبه شد علی محمد، که ذکر همه بشه علی و محمد تا چاه همه راه بشه و راه هیچ کس چاه نشه. یا محمد یا علی. یا علی. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. اما دست شما در نکنه، خیلی تو زحمت افتادیم. برو راهت مستقیمه، مستقیم بری، تو چاه نمیافتی. من شکاربانم، تو شکار چاه شدی. یا علی، زنده باشی. ممنون. میشنوی؟ با همه وجودت گوش کن، صوت عجیبه.